تعصبات مذهبی در افغانستان زندگی زوجهای عاشق را به هم می‌زنند. سلام و درود و عرض ادب خدمت همه شما که شنونده چینل افغانستان جورنال هستین. قبل از آغاز داستان خواهشمند هستم تا چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. این هم آغاز داستان. ما اصلا از ولایت بامیان هستیم. وقت هنوز طفل بودم به ایران رفتیم. در ایران برخلاف تمام تصوراتم ما درس خواندم. فرصت‌های خوب برای پیشرفت و ترقی بر ما مهیا شد. کیفیت درس‌های مکاتب ایران خیلی خوب بود. قرار بود به پوانتونم را پیدا کنم. اما پدرم تصمیم گرفت به افغانستان بیاییم. وقت به افغانستان آمدیم مستقیم به ولایت بامیان رفتیم. بامیان ولایت نامدار و نسبتاً پیشرفته افغانستان است. آنجا تعلیم و تربیه دخترها را جرم می‌شمارند. از همین رو وقتی ما هم رفتیم با آنکه شرایط خوب اقتصادی نداشتیم اما پدرم زیاد تلاش کرد تا اولادایش از درس و پیشرفت دور نمانه. بعد از یک سری رفت آمد به ادارات دولتی و بیوکراسی بالاخره تانستم کارت اشتراک در امتحان کانکور را به دست بیارم. امتحان کانکور سپری شد. با آنکه نمرات بلند گرفته بودم من نتانستم به پوهنتون را بیافم. خیلی ناراحت شدم. یک رفیق پدرم که قبلا با ما در ایران زندگی میکرد گفت تو تشویش نکو دخترم، ما همه چیز درست میکنم. رفیق پدرم با واسطه که داشت تانست مرا هم شامل لست سهمیه ولایت بامیان بسازه. مام شامل پوهنتون شدم. درس خواندن در پوهنتون کابل یکی از آرزوهایم بود. خانوادیم به خاطر درسای ما به کابل آمدن. ما برخی اوقات در پوهنتون روی مسائل دین، مذهب و زبان با همسنفی ها بحث و گفتگو میکدیم. اما فکر نمیکدم مذهبم باعث شوه ما همه زندگیم را به درد و رنج سپری کنم. مذهب ما شیعه است. از همین رو اکثریت سنی مذهب های افغانستان با ما مشکل داشتن. در ایران که بودیم هیچ وقت با همچنین مسائل روبرو نشده بودیم. چون اونجا اکثریت شیعه مذهب بودن. وقتی هنوز در سمستر ششم پوهنتون بودم تانستم به یکی از پست های میدان هوایی کابل کامیاب شوم. در اوایل با آنکه وظیفه‌ام از ساعت 7 صبح تا 6 شام بود اما من مدت 5 ماه چاشت به وظیفه می رفتم. چون نمیخواستم به خاطر وظیفه‌ام از یک سمستر پوهنتونم باز بمانم. خدا را شکر که هیچ مشکل جدی برم پیش نشد. پوهنتونم تمام شد و رسما به وظیفه‌ام شروع کردم. در جریان کارم چندین سمینار علمی هم گرفتیم. واقعا به خاطر این کار خوش بودم. بیشتر مردم با تلاش‌های زیاد نمیتونستن به اینجا برسن. اما ما بخت خوب داشتم که در مصاحبه اول کاری موفق شدم. وقت چند ماه از کارم سپری شد با یکی از همکارایم آشنا شدم. نامش حلیم بود. پسر خیلی مهربان و مؤدب بود. به ما وظیفه سپرده شد که با حلیم یک جا روی یک پروژه کار کنیم. در حین کار متوجه می شدم که حلیم به طرفم عجیب و غریب سیل می کنه. وقت ما در مورد خودم فکر می کردم در طول زندگیم وقت با افراد از قوم تاجک و یا پشتون روبرو شدیم همه زیباتر از ما بودن. با واقعیت چشم و ابرویی که تاجکا و یا پشتونا دارن اقوام هزاره ندارن. هزاره ها بیشتر به چینایی ها و ژاپنی ها میمانن. اما حلیم با وجوده که میفهمیدم در زندگیش حتما با ده ها دختر زیباتر از من روبرو شده است، نگاه هایی که نسبت به من میکرد فرق داشت. با این حال من همه را نادیده گرفتم. چون میفهمیدم عاقبت خوبی نداره.
بیشتر از همه نگران خودم بودم. می گفتن وقت در عشق شکست خوردی دیگه هیچ وقت اعتماد به نفس سابقه را به دست نمیاری و حتی اعتماد کردن به دیگرا هم برات آسان نخواهد بود. از این رو اصلا در فکر عشق و عاشقی نبودم. گاهی هم اگر حرف از این مسائل بلند می شد واکنش جدی نشان می دادم. پروژه کارم با حلیم تمام شد. دیگه کوشش کردم با او کار مشترک نداشته باشم. اما می دیدم که حلیم خودش کوشش می کنه کنارم باشه و یا با ما هم صحبت شوه. حلیم می گفت ما در بین تمام خانواده قوم و خیش دختر به مثل تو ندیدیم که اقدر با استعداد و خوب باشه. تو خوب بلدی در این فضای کاملا مردانه چگونه مردانوار کار کنی و در پیشرفت خود باشی. به ندرت اینچنین دخترها پیدا میشن. بعد از شنیدن این حرفای علیم دلم جمع شد که او کدام نظر دیگه نسبت به من نداره. فقط میخواه از شجاعت و اعتماد به نفسم تعریف کنه. من از حلیم تشکری کردم و بعد از او روز هیچ وقت از او نترسیدم، بلکه خیلی راحت تمام مشکلات زندگیم را با او دمیان میگذاشتم. وام به دلخوشی تمام به حرفایم گوش میداد. حتی در مورد حس محبت که نسبت به پسر خالیم داشتم با او گفتم و همچنان ایره هم قصه کردم که قبل از این که ما به پسر خالیم در مورد حس دوست داشتنش بگویم او با دختر مامایم نامزد شد. یک روز بعد از نامزدی پسر خالیم خیلی دلم پر بود. وقت سر کار رفتم در وقفه غذا وقت همه به طعامخانه رفتند ما تنها مانده گریه کردم. چشمایم پر از عشق شده بود که حلیم داخل اتاق شد. وقت متوجه شد که دارم گریه میکنم ازم در مورد دلیل این ناراحتی پرسیده و ما هم برش در مورد اصل ماجرا قصه کردم. حلیم گفت نگران نباش، شاید آدمی در قسمتت باشه که تو را بیشتر از پسر خالیت دوست داشته باشه. وقت ما حالم خوب شد حلیم خندید و گفت خوب شد که پسر خالیت نامزد شد. شاید کدام عاشق پنهانی داشته باشی و صدای قلب او را خدا شنیده و پسر خالیت عاشق دختر مامایت ساخته. با این حرف حلیم تعجب کردم. او هم بدون ای که حرفایش ادامه بده از اتاق برآمد. مام رفتم غذا خوردن اما همه روز در مورد حرفای حلیم فکر میکدم. تا ای که دو هفته بعد از او گپ حلیم نزد ما آمد و گفت پری ناز، تو دختر خیلی خوب هستی و ما از این خوبی هایت خوشم میایه. اگه دما مشکل نمیبینی و یا کس دیگه را دوست نداری میتونم به خانه تان خواستگار بفرستم. وقت یرف حلیم شنیدم حیران ماندم، اما به هر حالش پسر خوبه بود. ما پیشنهادش به شرط راضی شدن خانوادیم پذیرفتم. یک هفته بعد از صحبتهای ما مادر، خواهر و خانم برادر حلیم به خانه ما آمدن. در جریان صحبت کردن با ما و مادرم بودن که در مورد زادگاهیم پرسیدن. وقتی گفتم ولایت بامیان دفعتن سوال کردن شما چی هستین؟ مادرم گفت بله، ما هزاری شیعه هستیم. با شنیدن حرفای مادرم چای در گلوی مادر حلیم بند شد و دفعتن از جایش بلند شد. خواهر و خانم برادر حلیم هم با یه حرف ما حیران ماندن و به عجله خانه ما را ترک کردن. از همون روز به بعد روزای تاریک زندگی ما شروع شد. خانواده حلیم مخالفت شدید با ازدواج داشتن و اما حلیم سرسخت پای حرف خود استاد. دی میان ایما بودم که از هر طرف رنج می دیدم. یک روز حتی خواهر حلیم به دفتر کار ما آمده بود. ازم خواست که از این پیوند بگذرم چون هیچ یکی از اعضای خانواده حلیم راضی نبودن. ما به خواهر حلیم گفتم ما و حلیم عاشق همدیگه هستیم
و عشق ما هیچ حد و مرز را نمیشناسه. ما تا آخر عمرم با حلیم هستم. هیچ وقت منصرفم نمیشم. خواهر علیم با الفاظ زشت به ما گفت این نخره ها و بی حیایی های تو بود که برادر ما بیرا ساختی. گفتم نخیر، برادرت برعکس عاشق رفتار خوب و اخلاق نیکوی ما شده. برین از او بپرسین. خواهر علیم عصبانی شده بدون خداحافظی اونجا را ترک کرد. ما و حلیم 2 سال با این وضعیت جنگیدیم. بالاخره تصمیم گرفتم در محکمه نکاح کنیم. خانواده ما به خاطر این پیوند راضی بودند. با 4 شاهد رفتیم محکمه و ازدواج کردیم. اما بدبختی ای بود که بعد از ازدواج مجبور بودیم با خسرانم یک جا زندگی کنیم. بعد از نکاح ما و حلیم وقت وارد خانه حلیم شدیم، مادرش ما را به خانه را نداد. ما به خانه پدرم رفتیم، اما بعد از 1 هفته دوباره به حلیم زنگ زدن و گفتن بیاین به خانه تان. هنگامی که دوباره به خانه حلیم رفتیم، همه در مورد ما سوالای عجیب و غریب می پرسیدن. حتی مهمانانی که می آمدن و به سویم نگاه های عجیب و غریب می کردن. پشت سرم حتی می گفتن که ای دختر با حلیم قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته. از امین رو خیلی ناراحتم ساختن. در وضعیتی که وجود داشت نتانستم با وظیفه و کارم هم ادامه بتم. خواستم با خانواده حلیم انس بگیرم و عروس ایدئال برشان باشم. اما هرچی جان میکندم و کار خانه را انجام میدادم کسی راضی نمیشد. وقت کدام مهمان هم به خانه میامد مادر شوهرم به صدای بلند میگفت ای زن با پسرم رابطه داشت. پسرم از خاطر شرم مردم همراهش ازدواج کرد. یا ای که ای دختر هیچ به خانواده ما نمی زیبه. ما کجا و یا کجا؟ بعض وقتا تا آمدن حلیم از کار گریه می کدم. فقط حلیم امرایم بود. دیگه هیچ کس مرا درک کردن نمی تانست. فکر کردم که اگر به ای خانواده نواسه تقدیم کنم شاید رفتارشان با ما بهتر شوه. وقت دختر کلانم به دنیا آمد و بیشتر شبیه ما بود تا پدرش، زیادتر مرا به خاطر دخترم آزار دادن. دخترم لقبهای مختلف می دادن. من بسیار عصبانی می شدم، اما هیچ چیز نمی گفتم. هر روز هر سختی را سپری می کدم. چندین سال گذشت. من صاحب 4 اولاد شدم. دختر کلانم 15 ساله شد. اما در این سالها جز تحقیر و توهین دیگه هیچ حرفی از اعضای خانواده حلیم ندیدم. در این مدت ما و حلیم یک مقدار پول جمع آوری کرده بودیم. در اصل می خواستیم یک موتر بخریم، اما بعدن شوهر خواهرم بر ما مشوره داد که ویزه ترکیه ارزان شده، از طرف هم مرز ترکیه با یونان باز است. خوب است که به ترکیه برین. ما هم آمادگی سفر را گرفتیم. شوهرم یک مقدار پول از پسر کاکاش قرض گرفت و همه با هم به ترکیه رفتیم. 18 روز در ترکیه بودیم. بعد از او یکی از آشنایان ما را با یک قاچاقبر افغانی معرفی کرد که ما را از راه کشتی به یونان برسانه. ما به کمپ مهاجرین رفتیم. مهاجرین در وضعیت بد قرار داشتند، اما 2 هفته را اونجا سپری کردیم. بالاخره کشتی که به طرف یونان می رفت آماده شد. بر ما احوال دادن که باید راهی سفر شویم. در او وقت پسر کوچکم خیلی تب داشت. مجبور شدیم از سفر باز مانده و پسر ما را به شفاخانه ببریم. در شفاخانه بودیم که شنیدیم همو کشتی که قرار بود ما با او از دریا بگذاریم چپه شده و بیشتر مسافرایش کشته شدن. تصمیم گرفتیم که نریم، اما قاچاقبر اطمینان داد که کشتی دیگه ما کلان است و هیچ مشکل برش پیش نمی آید. کشتی کلان قرار بود 2 ماه بعد آماده سفر شود، اما در این مدت 5 ماه سپری شد. قاچاقبر بر ما احوال داد که فردا ساعت 3 صبح حرکت می کنیم. همه با هم رفتیم به طرف کشتی. افراد زیاد سوار کشتی شدیم.
هرچی دعا و درود یاد داشتیم خواندیم و حرکت کردیم. هنوز به وسط راه نرسیده بودیم که داخل کشتی آب آمد. نزدیک غرق شدن شدیم. قاچاق بر صدا زد. با هرچی که در دست دارین آب را از کشتی بیرون بزنین. با هر چیزی که در دست داشتیم آب از کشتی بیرون کشیدیم. وقت دوباره از حالت غرق شدن نجات پیدا کردیم، متوجه شدم که پسر کوچکم نفس نمی کشه. بروی سینش فشار آوردیم تا نفس بکشه، اما بی حال شده بود. شوهرم بالای اولادای دیگیم صدا زد. دخترم جواب نداد. مام دخترم در بین مسافرین می پالیدم، اما نیافتمش. قاچاق بر صدا زد. 3-4 نفر از کشتی به دریا افتادن. ممکن دختر شما بوده باشه. با دیدن این وضعیت بلند بلند چیغ می زدم. بسیار گریه کردم. می خواستم خودم پشت دخترم در دریا بندازم. اما شوهرم مانیم شد. شوهرم گفت باید به خاطر اولادای دیگه ما زنده باشی. شوهرم خودش هم خیلی پشیمان بود که از راه قاچاق چرا به اروپا میریم. پسر کوچک ما همچنان در بغلم فشار می دادم. به هزار سختی و درد و رنج به منزل رسیدیم. وقت کشتی حامل مسافرها به مرز یونان رسید، چند تن از نظامی ها به دیدن ما آمدن. اونایی که وضعیتشان وخیم بود را در تذکره بردن. بقیه همه را به اتاقای مخصوص رهنمایی کردن و با زرورق ها پیچاندن. پسر کوچکم دیگه زنده نبود. او را در اموج در یکی از قبرستان ها دفن کردیم. اما این همه سختی ها به خاطر رهایی از مشکلات تعصبی و مذهبی در افغانستان بود که بالای ما آمد. نمی فهمم چرا این مسائل اقدر دامنگیر ما شده. به خاطر حس تعصب خانواده شوهرم بود که امروز ما دو اولاد ما از دست دادم. کی دلش نمی خواهد که کنار خانوادهش در وطن خودش زندگی کنه. ما مجبور شدیم ای همه سختی ها را تحمل کنیم. اما خداوند کس دیگه را به سرنوشت ما دوچار نسازه. آمین یا رب العالمین. بله عزیزان شنونده، ای بود داستان غم‌انگیز ای هموطن ما که واقعاً روزهای دشوار را در زندگی تجربه کردند. متاسفانه تعصبات قومی، زبانی و مذهبی امروز در جامعه ما باعث شده تا ما بیشتر از هم بپاشیم و به عقب بانیم. پس چی بهتر است که ما به جای تعصبات قومی و زبانی و مذهبی با هم باشیم و همچنان که دین مقدس ما گفته ما پیرو او باشیم و هیچگاه بین ما فرق وجود نداره. سال هاست که دشمن از این نقطه ضعف ما سوء استفاده کرده و بهره میبره. پس باید متوجه شیم و دیگه هیچگاه موضوعات مذهبی و تعصبی را نگذاریم در بین ما ریشه کنه و در وجود ما رخنه بکنه. ما همه انسانیم و فقط انسان بودن ما مطرح و مهم است. خوشبختانه ایره هم باید بگویم که تعداد از مردم شریف ما هستند که هیچگاه موضوعات مذهب چی شیعه چی سنی بینشان هیچ مطرح نیست، حتی خوشبختانه بین هم خیشی کردن که هیچگاه این موضوعات باعث نشده که ما را از هم جدا بسازه. ما همه با هم برابریم، چنانچه گفتند گر مسلمان گر مسیحی گر یهود، آدمی باشیم مذهب هرچی بود. تا داستان دیگر، بدرود.